مهمان برنامه این هفته ما جناب محترم حاجی صاحب قدرت الله است، نماینده مردم شریف ولایت اروزگان در ولسی جده. در کل آمدن برای پاک مردم راه یافتن در ولسی جده، اما بعدها منکر از اینکه از حق حقوق مردم خود دفاع کنند آنها بر رای دیگر راند. هدف کلی شما چیست؟ مسعود بار بار گوشتن ما پر دیزه باید زن کندید کما آقا گو چه دو غو پا مت بانی دو غو پا زور بانی رال ما پارلمان تا ملار پیدا کلا خب میشه از داخل تالار پارلمان و سی جرگه خمسان بگید چقدر فکر کنم در این روزها اوضاع داخل پارلمان نسبتا خوبتر به نظر نمیرسد؟ آنچه که باید به رسانه ها داده شود داده نمیشه، تحلیل هم از جانب خودتان که نمایندگی از مردم شریف ولایت اروزگان میکنه چی هست؟ یزمول اقدر زود نکته اقدر رهبریت برنامه خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز تلویزیون نورین، خوش آمدید به یک از دیگر برنامه های یک چکر. من سعید نوید‌الحق سالار هستم در خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز قرار دارم. امید است ما رو تا آخرین دقایق برنامه همراه باشید. خب دوستان عزیز، مهمان برنامه این هفته ما جناب محترم حاجی صاحب قدرت الله است، نماینده مردم شریف ولایت اروزگان در ولسی جرگه. بیشتر معلومات را از زبان خود وکیل صاحب می‌شنویم که در کجا زاده شدن و هدف کلیشان راه یافتن به پارلمان چیست؟ آقای صاحب محترم بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. خیر است، مننه، تشکر، تاسم خیر استی. خب آقای صاحب محترم، میشه یک معرفی کلی از زبان خودتان داشته باشیم بر بیننده های عزیز ما؟ کمره تلویزیون نورین در خدمت شما دوست. از منم حاجی قدرت الله رحیمی دی در روزگان ولایتیم او مکتمی کندار در شیل سا ویل ده در معلمین می روزگان ولایتی ویل ده او پوتنل می کابل میوان پوتنل کی ویل ده. بسیار خوب آقای صاحب محترم، فکر کنم دور اول است که به ولسی جرگه نمایندگی از مردم ولایت شریف و روزگان در پارلمان کشور را یافتین. هدف کلیتان چی است در پارلمان؟ یعنی نمایندگی واقعی از مردم است و یا هم ما شاید بسیاری از موضوعات دیگر بینیم که بسیاری از وکلای محترم در کل آمدن برای پاک مردم راه یافتن در ولسی جرگه، اما بعدها منکر از اینکه از حق حقوق مردم خود دفاع کنند آنها بر رای دیگر روان بود. هدف کلی شما چیست؟ از ما هدف همدغه دی چې خپل خلکو ته خدمت وکړم او څوک به همداسې و چې په اوله ورځ باندې غوښتل چې ځانونه کاندید کړي. ما په اوله ورځ هم نه دي غوښتل چې ځان کاندید کړمه، خو هغه خپل شریفو خلکو د روزګار مسعود بار بار غوښتنه وکړه چې زه باید ځان کاندید کړمه. هغه و چې د هغو په مټ باندې د هغو په زور باندې رالمه پارلمان ته مې لار پیدا کړله او زه دا تعهد دا وعده کوم چې تاسو هم دا وایم چې زه خپل خلکو د خدمت لپاره راغلم. هېڅ بله برنامه نه لرم، هېڅ د سیاسي ګوند سره تړاو نه لرم، د هېڅ یو ډلې سره تړاو نه لرم، هېڅ یو پلا چین ته تللی یم خارج ته، یو پلا سفر مې کړی دی حج ته چې تللی وم. نور بیخي دا پاکستان خو نه هغه داسې دی لکه بیخي زموږ دغه چې نه هغه کمه یو مریضۍ دپاره تللی خو تللی یم، که نه نور خارج مونه که تو ته بیخي تللی نه یم. هېڅ بله برنامه نه لرم، همدا خدمت مې هردو ده چې زه خپل خلکو ته خدمت وکړم، همدغه دپاره پارلمان ته راغلی. بسیار خوب آقای صاحب محترم، خوب میشه از داخل تالار پارلمان ولسی جرگه افغانستان بگید که چقدر فکر کنم در این روزها اوضاع داخل پارلمان نسبتا خوبتر به نظر نمیرسه؟ آنچه که باید به رسانه ها داده شود داده نمیشه، تحلیل هم از جانب خودتان که نمایندگی از مردم شریف ولایت اروزگان میکنه چی هست؟ اول خوب دا دکتر ما چی مر دغه اداری احد چی لرو هغه کی رئیس دی او معاونین دی او
منشی او نائب منشی دي نو زموږ تالا ټوله یا زموږ دغه خونه د ولسي جرګې ټوله د همدې دخوا اداره کېږي چې په سر کې رئیس دي هغه رهبري زموږ د رئیس کې چې په اوله ورځ تاسو هغه کشمکشونه جنجالونه ول د ریاست پر سر باندې وه همداسې چې په هره لار باندې راغلی دي اوس د ولسي جرګې رئیس دي یا د هر څوک دي اوس د ولسي جرګې رئیس دي هغه رهبري ډېره کمزورې ده موږ هم دا منو چې زموږ رهبري او احد اداري کې موږ مشکل لرو ځینې به ښه خلک هم وي خو ضعیب خلک اکثره ضعیب خلک دي زموږ احد اداري کې همدا ټول کشمکشونه چې دي همدا ټول جنجالونه دي پارلمان کې د دې د نه رهبریت له کبله دي او د دې هغه څه چې دي بعد رهبري کې هغه نه دي رهبري کړي او دوهمه خبره دغه ده چې پارلمان شکایت هم دا کشمکش ځای دي د خبرو ځای دي هر څوک په خپل فکر راغلی دي هر څوک په جلا فکر راغلی دي هر څوک دلته لکه مخکې چې موږ وویله د خپل هدف دپاره راغلی دي چې هغه هر هدف لري نو هغه خپل فکر خپل عقیده خپل هدف دلته د سره کوي همدا میک دي د وکیلانو په خدمت کې دي همدا به خود 250 وکیلان دي نو دا خو په یوه فکر نه شي کېدلی خود به فکرونه به مختلف وي نظرونه به مختلف وي خامخا داسې په کسان وي چې هغه به څنګه سم په چوکۍ سره ناست وي په موضوع کې به مخالف فکر سره ولري یا مخالف نظر به سره ولري هغه به یو څه وایي هغه به بل څه وایي همدا د پارلمان همدا وظیفه ده خو په کل کې چې رسنۍ ته انعکاس مې وکړي یا زموږ ولس زموږ په کارو باندې خبرېږي دا ذوق ټول زموږ د اداري احد دي او په سر کې بیا د رئیس دي زموږ د رئیس د ذوق یا زموږ هغه د زور نقطه هغه زموږ رهبریت دی بسیار تشکر آقای صاحب محترم که بر ما وقت دادین فعلا در لحظات آخر برنامه قرار دادیم اگر چیزی گفتنی دارید کمره تلویزیونی در خدمتتون قرار دارم میتونید بر بینندگان خیر است مننه لکه څنګه چې مو زموږ سره داسې مونه کې وکړه خدای دې وکړي چې هغه زموږ خوار غریب مظلوم ولس سره هم داسې وخت په وخت وویني د هغو د خپل خلکو یا د خپل نمایندګانو یا د خپل دولت نمایندګي خو نه یوازې ولسي جرګه نه کوي دولت هم انتخابي دي د هغو په باره کې وخت په وخت تاسې داسې پروګرامونه ولري داسې برنامې ولري موږ خوشحاله کېږو مننه تشکر از شما هم دوستان و بینندگان عزیز تشکر میگیم تا این لحظات ما را همراه بید تا برنامه دیگر که باز من سید نوید الحق سادات در خدمت شما دوستان قرار میگیرم و شما را به خداوند نکته میسپارم شب و روز خوب و خوش داشته باشید وقتتان بخیر خدا نگهدار مهمان برنامه این هفته ما جناب محترم حاجی صاحب قلبی عبدالله است نماینده مردم شریف ولایت اروزگان در ولسی جرگه در کل آمدن برای پاک مردم راه یافتن در ولسی جرگه اما بعدها منکر از اینکه از حق حقوق مردم خود دفاع کنند آنها برای دیگر راه بود هدف کلی شما چیست؟ مسعود بار بار گوشتن ما کنید دیزه باید زن کندید کمه آقا گوی چی دو غو پا مت بانی دو غو پا زور بانی رال ما پارلمان تا ملار پیدا کرده خب میشه از داخل تالار پارلمان و ویسی جرگه افرمستان بگید چقدر فکر کنم در این روزها اوضاع داخل پارلمان نسبتا خوبتر به نظر نمیرسد آنچه که باید به رسانه ها داده شود اطلاع نمیشه تحلیل هم از جانب خودتان که نمایندگی از مردم شریف ولایت اروزگان میکنه چی هست؟ یزمور اقدر زور نکته اقدر رهبریت